نخست سرخط خبرها. تاخت و تاز کرونا در هرات قربانی بر جای گذاشت. 4 مرگ و 25 مورد ابتلا در 24 ساعت. تأکید بر اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در ایام عید. پلیس همکاری مردم را می طلبد. بازگشت زندانیان آزاد شده طالب به میدانهای نبرد. حکومت نگران است و طالبان هم می گویند زندانیان دوباره بازداشت می شوند. روند انتقال اجساد پناهجویان غرق شده در دریاچه وان ترکیه، تا کنون جسد 17 پناهجوی افغان به کابل منتقل شده است. و خبر دیگر، اینکه سازمان ملل از تبعات منفی کرونا بر اقتصاد جهان هشدار داد. کمک های مالی و برنامه های احیای اقتصادی نمیتوانند تنها بر بازارهای بزرگ و مشاغل بزرگ متمرکز شوند. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. ریاست صحت عامه ولایت هرات اعلام کرده است که در شبان روز گذشته 57 مورد مشکوک به ویروس کرونا در این ولایت آزمایش شده که 25 مورد آن مثبت شناسایی شده است. محمد رفیق شیرزی سخنگوی ریاست صحت عامه گفت مجموع کلی افراد مبتلا به کرونا در ولایت هرات به 5466 نفر رسیده است که وضعیت 18 نفر از بیماران بر حال وخیم است. گفتنی است تاکنون بیش از 4000 نفر از بیماران بهبود یافته و 169 نفر هم قربانی این ویروس شدند. اعضای شبکه نهادهای مدنی ولایت هرات در اظهاراتی از دولت می‌خواهند که پیش از رهایی افراد وابسته به این گروه از زندان، ضمانت‌های قدرتمندی مبنی بر عدم بازگشت به میدان‌های نبرد دریافت کند. بصیرت طاهری، یکی از اعضای این نهاد، به خبرگزاری اسنا گفته است اعضای جامعه مدنی بیم آن را دارند که افراد آزاد شده پیکارجویان طالب بار دیگر جنگ افسار به دست بگیرند و به نبرد بپردازند. وی در ادامه گفته‌های امروز خود از دولت خواست که با قاطعیت کامل در برابر پیکارجویان طالب ایستادگی کرده و از آنها ضمانت‌های اساسی برای بازگشت به جامعه بگیرد. اعضای شورای ولایتی هرات از دولت می‌خواهند تا در روزهای عید از جان مردم محافظت کند. محمد سردار بهادری، یکی از اعضای این شورا، به تلویزیون چکات گفته است پلیس و دیگر نیروهای امنیتی باید تمامی تلاش خود را برای محافظت از مردم در روزهای عید قربان انجام دهند. در این حال مسئولان امنیتی نیز اطمینان دادند که تمامی تلاش خود را به کار خواهند بست تا مردم در آرامش روزهای عید را بگذرانند. این در حالی است که وزارت صحت عامه برای پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا هشدار داده است مردم در روزهای عید در خانه بمانند و از دید و بازدید و مهمانی خودداری کنند. فعالان مدنی در ولایت هرات تاکید کردند که باید برنامه‌های کارآمدتر و بهتری در راستای رشد سطح آموزشی کودکان طرح‌ریزی شود. غلام فاروق راسب، یکی از فعالان مدنی در هرات، به خبرگزاری اسنا گفته است در چند سال گذشته بررسی‌های عملی نشان دادند که کودکان علاقه چندانی به فراگیری آموزش ندارند و این حاکی از ضعف نظام آموزشی کشور است. آقای راسب تاکید کرده است که با وجود ارائه پیشنهادات مختلف از سوی فعالان مدنی و بهبود نسبی در عملکرد وزارت معارف و ادارات مربوطه، همچنان نیاز به انجام کارهای بیشتر احساس می شود. پلیس هرات در 24 ساعت گذشته با راه اندازی چندین رشته عملیات 11 نفر را به اتهام انجام جرایم جنایی از سطح شهر بازداشت کرده است. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی پلیس هرات، میگوید این افراد به اتهام انجام سرقت وسایط نقلیه، حمل و نگهداری جنگ افزارهای غیرقانونی و سرقت مباشی بازداشت شدند. آقای ولیزاده افزوده که این افراد از نقاط مختلف شهر بازداشت شده و برای تحقیقات بیشتر تحت نظارت پلیس قرار گرفتند.
همچنین از نزد افراد بازداشت شده مقداری مواد مسروقه نیز به دست پلیس افتاده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده است که 2000 رسانه خصوصی و نهاد رسانه‌ای به دلیل فرار از پرداخت مالیات جواز فعالیت خود را تمدید نکردند. محمد طاهر ظهیر سرپرست این وزارت در نشستی هشدار داده که اگر مالکان رسانه‌های خصوصی جواز فعالیت این رسانه‌ها را تمدید نکنند، مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت. همچنین در این نشست پیشنهاداتی جهت بلند بردن عواید وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائه شده است. آقای ظهیر افزوده که تمام بخش‌های عایداتی این وزارت باید طرح‌های خود را جهت بلند بردن عواید ارائه کنند. فعالان سیاسی و اساتید دانشگاه‌های افغانستان بر این باورند که آزادی بیان هنوز هم به گونه کامل در این کشور نهادینه نشده، به ویژه در جریان سال‌های اخیر که تلاش‌های بسیاری برای تحقق آن انجام پذیرفته است. محمد صادق اوسیان، یکی از اساتید دانشگاه در ولایت بلخ، به خبرگزاری اسنا گفته است آزادی بیان بزرگترین دستاوردی است که افغانستان در دو دهه اخیر به دست آورده، اما همچنان چالش‌هایی را تجربه می‌کند. آنچه ما نسبت به آزادی بیان و مشکلات و چالش‌های فراراه آزادی بیان در افغانستان همواره نگران هستیم، او یک سری مسائلی هست که خواهی نخواهی وقت اعمال میشه، وقت پیش پای اهل یا حوزه آزادی بیان گذاشته میشه، دچار مشکلات و دچار نابسامانی های حوزه آزادی بیان میشه. همزمان با آغاز دور تازه سفرهای زلمه خلیلزاد به کشورهای مختلف، نگرانی حکومت افغانستان از بازگشت زندانیان آزاد شده طالب به میدانهای نبرد بالا گرفته است. شورای امنیت ملی اعلام کرده است که زندانیان آزاد شده تعهد کردند که به میدانهای نبرد بر نمی گردند، اما دیده می شود که شماری از آنها می جنگند. این اظهارات حکومت افغانستان با واکنش پیکارجویان طالب مواجه شده است. در حالی که درگیری میان نیروهای امنیتی و پیکارجویان طالب به اوج خود رسیده و هر دو جانب یکدیگر را به سنگ اندازی در روند صلح متهم می‌کنند، اکنون نگرانی ها از بازگشت زندانیان آزاد شده به میدان نبرد بالا گرفته است. حکومت افغانستان نگران آن است که زندانیان این گروه با آنکه تعهد کردند باز هم برخی از این زندانیان به میدان نبرد علیه نیروهای امنیتی برگردند. حکومت افغانستان انتظار داشت که با روند رهایی زندانیان خشونت‌ها کاهش یافته و زندانیان رها شده به میدان‌های نبرد برنگردند، اما به نظر می‌رسد حکومت به این آرامش تاکنون دست نیافته است. با این همه هنوز هم حکومت افغانستان ندای آتش بس را سر داده و از پیکارجویان طالب می‌خواهد تا برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی آماده شوند. از جانب دیگر پیکارجویان طالب با رد اینکه زندانیان آزاد شده این گروه به میدان نبرد برنگشتند می‌گویند آنان پس از ایام عید آماده مذاکره با حکومت افغانستانند، مشروط بر اینکه تمام زندانیان آنان رها شوند. در این حال سهیل شاهین، سخنگوی پیکارجویان طالب، با انتشار توییتی نسبت به ادعای جدید حکومت مبنی بر بازگشت زندانیان رها شده این گروه به میدانهای جنگ واکنش نشان داده است. آقای شاهین تاکید ورزیده که به اعضای آزاد شده این گروه دستور داده شده به میدانهای جنگ باز نگردند و در خانه بمانند. در پیام توییتری آقای شاهین تاکید شده که اعضای رها شده این گروه مطابق با این فرمان در خانه ماندن و هیچ یک تاکنون دوباره وارد میدان جنگ نشدند. این واکنش ها در حالی مطرح می شود که زلمه خلیزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، دور تازه ای از سفرهای خود را برای برقراری صلح در افغانستان آغاز کرده است. قابل یادآوری است که در این دور آقای خلیزاد به کشورهای قطر، پاکستان، افغانستان، نروژ و بلغارستان سفر خواهد کرد. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که در جریان شبانه روز گذشته 121 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند که آمار بیماران افغانستان را به 36157 نفر رسانده است. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت گفته است 12 نفر در شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند و بدین ترتیب شمار جان باختگان کشور به 1259 نفر رسیده است.
آقای سمسور همچنان افزوده که ویروس کرونا در برخی ولایات به شدت در حال گسترش است. فیصدی معایناتی که مثبت میشه بسیار بالا هست که این ولایت اول هرات هست. در هرات مسلسل در چند هفته گذشته فیصدی معایناتی که مثبت میشه بالا هست و یک نگرانی که وزارت صحت عامه داره که خدا نخواسته در عید اگر به احتیاطی زیاد صورت گرفت، شاید واقعات مثبت کووید 19 یا واقعات مثبت کرونا در هرات بیشتر شود. در پالوی هرات بادغیس امروز پوزیتیویتی ریت یا فیصدی معایناتی که مثبت میشه بسیار بالا است. قندهار، خوست، غور، زابل و بلخ ای ولایاتی است که در ای ولایات فعلا معایناتی که صورت میگیره معاینات فیصدی مثبت بسیار بالا است. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده است که جسد 17 نفر از پناهجویان این کشور که در دریاچه‌ای در شهر وان ترکیه غرق شده بودند به کشور بازگشت است. به گفته گران هیواد سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، نزدیک به 60 جسد از داخل آب کشف شده است که 33 نفر از این افراد پناهجویان افغان بودند. آقای هیواد در ادامه افزود که هویت این 33 نفر تایید شده. در این حال شماری از پناهجویان در ترکیه به خاک سپرده شدند. کشتی حامل پناهجویان با نزدیک به 80 سرنشین اوایل ماه گذشته در دریاچه شهروان ترکیه غرق شد. گفته می شود مسافران آن از کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان بودند. مقام های محلی هلمند می گویند شب گذشته پاسگاه های نیروهای امنیتی در مسیر شاهراه نمبر 1 در نهر السراج هدف حمله دو موتر بمب‌گذاری شده قرار گرفته است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفت که در این دو رویداد دو نیروی امنیتی کشته شده و 3 نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی هلمند گفت که چندین پاسگاه نیروهای امنیتی در مسیر شاهراه نمبر 1 در نهر السراج موقعیت دارد. آقای زواک حمله شب گذشته را به صورت مستقیم به گروهی نسبت نداده است. سفارت افغانستان در عربستان با انتشار اعلامیه از تصمیم این کشور برای ساخت 600 مکتب در ولایت‌های افغانستان خبر داده است. در خبرنامه این سفارتخانه آمده است که پیشتر ریاض در نظر داشت 100 مکتب در افغانستان بسازد، اما به پیشنهاد سفارت و دو وزارت مالیه و انکشاف دهات آن را به 600 مکتب افزایش داده است. در این خبرنامه تاکید شده است که صندوق توسعه عربستان پیشنهاد ساخت این تعداد مکاتب را با قرضه آسان 50 میلیون دلاری پذیرفته است. علاوه بر این سفارت افغانستان در عربستان خبر داده است که ریاض طراحی و تامین مالی پروژه جاده حلقه کابل را نیز پذیرفته است. از چهارمین جشنواره گل کچالو در بامیان گرامی داشت شد. به مناسبت جشنواره امسال 95 ذخیره خانه کچالو از سوی مسئولان محلی و وزارت زراعت به بهره برداری سپرده شد. سید انور رحمتی والی بامیان در این جشنواره بر لزوم توجه به بخش زراعت در ولایت بامیان که زندگی اکثر ساکنان آن به زراعت وابسته است تاکید کرد. در این حال حشمت الله غفوری معین وزارت زراعت در این جشنواره گفت که به دلیل اهمیت کچالو و مسئولیت غذایی کشور جشنواره گل کچالو مهم است و این جشنواره زمینه بازاریابی برای کچالوی بامیان را فراهم می کند. بینندگان گرامی، پس از میان برنامه کوتاه با ادامه خبرها در خدمت شما خواهیم بود. سازمان ملل متحد پیشنهاد داده است که هزینه های زندگی حدود 3 میلیارد فقیر در
بهبوهه و گیراگیر ویروس کرونا تامین شود. در قالب برنامه عمران ملل متحد در گزارشی پیشنهاد شده تا درآمد پایه موقت برای 2.7 میلیارد نفر به عنوان فقیرترین افراد در 132 کشور در حال توسعه اختصاص یابد. این سازمان گفته که این کار سبب می شود تا روند انتشار ویروس کرونا کاهش پیدا کند. سازمان ملل هشدار داده است که بیماری همه‌گیر کرونا و رکود جهانی اقتصاد می‌تواند سبب افزایش فقر در سراسر جهان شود و 265 میلیون نفر را تا آستانه گرسنگی بکشاند. مدیر برنامه عمران ملل متحد می‌گوید این سازمان پیشنهاد کرده راهی که از طریق آن کشورها می‌توانند درآمد پایه موقت را به افراد بی‌بضاعت پرداخت کنند، اختصاص میلیاردها دلار است که کشورهای در حال توسعه برای تأمین بدهی‌های خارجی خود هزینه می‌کنند. در گزارش این سازمان تأکید شده در کشورهای در حال توسعه لازم است هرچه سریع‌تر با تأمین هزینه مایحتاج روزمره قشر کم بضاعت و تشویق آنها به ماندن در خانه در گردش ویروس کرونا وقفه ایجاد شود. اخیم شتاینر مدیر برنامه عمران ملل متحد پیرامون این موضوع گفت: Another track which is adaptation and resilience. در دوران بی سابقه اقدام‌های بی سابقه اجتماعی و اقتصادی نیاز است. معرفی درآمد پایه موقت برای فقیرترین مردم جهان به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح شده است. کمک‌های مالی و برنامه‌های احیای اقتصادی نمی‌توانند تنها بر بازارهای بزرگ و مشاغل بزرگ متمرکز شوند. بسیاری از اقشار کم بضاعت در سراسر دنیا تحت پوشش بیمه‌های درمانی نیستند. این افراد را اغلب کارگران غیرمجاز، زنان، جوانان و پناهجویان و افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند که از بیماری کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن بیشترین آسیب را دیدن. بر اساس برنامه عمران سازمان ملل، اختصاص این درآمد حداقلی به طور موقت میتواند در تهیه مایحتاج ضروری نظیر تهیه آذوقه و پرداخت هزینه های اولیه زندگی و آموزشی به آنها کمک کند. از این میان چندی پیش بانک جهانی در گزارشی پیش بینی کرده بود که میزان جمعیت زیر خط فقر در افغانستان به علت بحران ناشی از کرونا در سال جاری میلادی به 72% افزایش مییابد، افزایشی که قطعاً نگرانی‌های جدی را با خود به همراه دارد. دیده شود که برنامه عمران سازمان ملل متحد چقدر روی افغانستان تمرکز خواهد کرد. در پایان مرور دوباره بر سرخط خبرها. تاخت و تاز کرونا در هرات قربانی بر جای گذاشت. 4 مرگ و 25 مورد ابتلا در 24 ساعت. تأکید بر اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در ایام عید. پلیس همکاری مردم را می‌طلبد. بازگشت زندانیان آزاد شده طالب به میدان‌های نبرد. حکومت نگران است و طالبان هم می‌گویند زندانیان دوباره بازداشت می‌شوند. روند انتقال اجساد پناهجویان غرق شده در دریاچه وان ترکیه تا کنون جسد 17 پناهجوی افغان به کابل منتقل شده است. و خبر دیگر اینکه سازمان ملل از تبعات منفی کرونا بر اقتصاد جهان هشدار داد. کمک‌های مالی و برنامه‌های احیای اقتصادی نمی‌توانند تنها بر بازارهای بزرگ و مشاغل بزرگ متمرکز شوند. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکاد دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید، بدون محدودیت زمانی و مکانی می توانید با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکاد بیننده برنامه های ما باشید. سپاسگزارم از این که بیننده خبرها از چکاد بودید. وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.